دوستا شما گفته های آقای عبدالله عبدالله را دنبال کردین گویا روند مذاکرات سیاسی بین دو کاندید به خاطر ایجاد یک حکومت وحدت ملی به بنبست کشیده و عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری میگه که نتایج و حکومت تقلبی را نمیپذیرد نتیجه انتخابات و تعامل بین دو کاندید و تیم های دو کاندید چه خواهد بود آیا مردم امیدوار بوده میتونن یا خیر پاسخ پرسش ها از محترم بشیر احمد بیژن آگاه امور و روزنامه‌نگار که هم در استدیوی کابل حضور دارین خواهم خواهیم شنید آقای بیژن سلام و تشکر از وقتتان شما که بیانات آقای عبدالله عبدالله را ممکن شاهد بودین به نظرتان این که آقای عبدالله میگن نتیجه تقلب و حکومت تقلبی را نمیپذیره در این مقطع زمانی پیام آقای عبدالله چی بوده میتونه به نظر شما سلام بر شما بسم الله الرحمن الرحیم تنها موقف امروز آقای عبدالله نه بلکه مشکلاتی که بر اساس توتیه های سنجیده شده بر روند انتخابات خلق شد از اموی ابتدا حسراتش بسیار زیاد منفی بود بر تمامی زوایای زندگی مردم افغانستان و مردم افغانستان به صورت کل در و در ناامیدی به سر میبرن یعنی آرزوها و انتظاراتی را که داشتن متاسفانه همه به ناامیدی مبدل شد اجازه بتین بگویم که این حوادثی که متعلق به انتخابات هست این حوادث بالاتر از سطح دکتر عبدالله بالاتر از سطح دکتر اشرفغنی امزای و این حوادث مربوط میشه به دریافت های ما به درک ما از از آدرس هایی که عامل این حادثه بوده و این حادثه را قبلا ترسیم کرده بودن یعنی این حوادث طبیعی خلق نشده ما از چهار سال پیش به مردم افغانستان و به دوستان جهانی ما آگایدی کرده بودیم که نسبت به انتخابات افغانستان نگاه ها شوم و پلید به نظر می رسه جهانیان باید ما را سمیمانه و با دقت کامل حمایت بکنند در این مرحله اساس ولی متاسفانه آقای به دلیلی بود حرف ما با مذرد شما میگید که مشکلات انتخابات بالاتر از سطح دکاندید هست و عاملش متفاوت است. عامل اساسی این جنجال های انتخاباتی به نظر شما مشخصا کی و یا کدام گروه است؟ یک مسلس است مختصرا خدمت شما بگویم ارگ ریاست جمهوری اثبات کرد که نسبت به انتخابات صادق نبود چنانچه ما این موضوع را درک کرده بودیم که شخص رئیس جمهور افغانستان برای انتقال مسالمت قدرت صادق به نظر نمی رسه. همزمان حلقات مزدوری که برای اهداف شوم و پلید پاکستان در افغانستان کار میکنه حلقات مزدوری که برای اهداف شوم ایران در افغانستان کار میکنه و حلقاتی که مصروف فساد هستند در افغانستان مصروف تاراجگری هستند مصروف تجارت مواد مخدر هستند اینها همچنان در توتیه های برای انتخابات با 2014 شامل بودن بعض شما خیلی جالب است شما از مسلس یاد می‌کنید. یک طرف ریاست جمهوری و آقای کرزه یک گویا مقصر میدانید و از طرف دیگر دو حلقه دیگه که گویا بخواست پاکستان و یا هم ایران اول یک شخص کلیدی که بخواست پاکستان نفوس داشته باشه در بین تیم آقای عبدالله عبدالله و یا هم یک شخص کلیدی که از طرف ایران در این تیم و هم تیم مخالفش یعنی آقای اشرف حضور داشته باشه شما مشناسین که گویا تصمیم آقای عبدالله و عبدالله و یا هم اشرف غنی احمد زیاد در قبال انتخابات متغیر ساخته بتانم پرسشتان بسیار زیاد جالب است ولی شما با کمی دقت داشته باشین در موقعیتی که من قرار دارم ممکن نیست ما از اشخاص نام ببرم ولی مردم افغانستان بسیار به خوبی و بسیار به سادگی امروز درک میکنن که مشکلات پیش آمده مربوط به توتیه است که آدرسایش هایش همه برشمردم شما اگر امروز با دکاندار با متعلم با محسل، با استاد دانشگاه تماس بگیرین من یقین کامل دارم که این گونه به شما در خود بیان خواهند کرد یعنی چیزی را که ما میگیم بسیار منطقی به نظر میرسه اگر رئیس جمهور نسبت به انتخابات افغانستان خب، واقعا صادق بازم می بازم آقای بیژن منطقی به نظر نمی که این گونه مشکلات در انتخابات خلق میشه یک سوال دیگه هم از شما دارم وقتی میگین منطقی یکی منطقی بودن یک بحث است و یکی هم حقیقت گرا بودن در قبال یک فیصله که شما گویا او را قضاوت کردین در قبال دو تیم انتخاباتی وقتی از ریاست جمهوری و یا هم آقای کرزی نام میبرین آقای کرزی گویا ظاهرا بسیار پافشاری داره که مراسم تعلیف باید زودتر انجام میشد و شب برای رئیس جمهور تازی افغانستان باید انتخاب شبه. حالا این دو کاندید است که بین دو نفر یا بر سر تقسیم قدرت و یا هم بر سر ائتلاف و یا هم توافق بر سر حکومت وحدت ملی بین خود تفاهم نمیتونن داشته باشن شما چطور باز هم میتونین اما معقوله عام را پیگیری بکنین در حالی که مسئله من مخصوصا نمی هست که پیام آقای عبدالله امروز بر هوادارانش چی بود آیا شما فکر میکنین که انتخابات نتیجه نخواد داشت و ختم است همه امیدها اجازه بتین بسیار مختصر خدمتتان یک موضوع را بگویم و شما پاسخ تان دریافت خواد کردین محتوای حقیقی مخصوصا بحث تقلب در انتخابات 2014 شما وقتی مرور بکنین Uh, یقینا معتقد میشیم که تقلب به اراده به پیروزی رساندن دکتر اشرف غنی احمدزی صورت نگرفته اشتباه نکنین یا تقلب به اراده به پیروزی رساندن دکتر عبدالله صورت نگرفته در حقیقت تقلب صورت گرفته برای خلق کردن بحران و برای برهم زدن روند انتخابات این تقلب صورت گرفته ما که حداقل از چند انتخابات این تجربه را کسب کردیم آنچه که در خصوص تشکر. رئیس جمهور محترم افغانستان گفتم حدی اقل ساختارهای تشکیلاتی اردو کمیسون وقت شما مرور بکنین و چند تا حادثه در جریان انتخابات شما مرور بکنین و واکنش رئیس جمهور به عنوان مامور معذف برای تدبیق عادلانه قانون ذات خود شما پای میبرین که آقای کرزی اراده صادقانه نسبت به این مسئله نداشته به امی خاطر ما در رفته پیشروی از نام تشکر. روند آبی از مردم افغانستان خواهیم خواست که برای سرنوشت خودشان وارد حرکت مدنی شوند و از سرنوشت خود دفاع بکنند و نه توتیه بسیار خطرناک است افغانستان یک بار دیگه از شما. خواهد کشان چون وقت کوتاه هست شما یک پیام تازه دیگه را داشتین او هم حرکت آبی البته این بحث رو با شما در برنامه بعدی دنبال میکنیم. تشکر از وقتتان.